بازیگر فیلم خوب تومانه. آقای مرتضی فرشباب خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. آقای میر سعید مولوی خیلی خوش اومدید. یک دوربینی هست، یک سلام علیکی بکنید تا بریم وارد بشیم. خواهش می‌کنم. خیلی سلام می‌کنم. خیلی ممنونم از آقای جیرانی که ما رو دعوت کردن برای این فیلم و خیلی هم خوشحالیم که فیلمی که دوست داشتن. امیدواریم که بحث شنیدنی بشه. خب خیلی خوش اومدید فرشباب. شما هم مولوی خوش اومدید. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. شما در جشنواره پارسال نزدیک بود جایزه رو بگیرید. اینا چرخی جایزه رو نگرفتین. قبلا بهتون گفتم بلخ تبریک میگم. بازی خیلی خوبیه. من چون تو ترکیب داورا بودم، رأی اکثریت داورا رو شما داشتید و خیلی ازتون در واقع دفاع شد و اینا. خب بازی خیلی خوبه. آقای مولویان قبلا تئاتر کار می‌کردید درسته؟ از چه سالی تئاتر کار می‌کردی؟ از سال 79 من درگیر بودم در واقع تئاترای مدرسه‌ای و از سال 81 دیگه به صورت حرفه‌ای که هزینه روزانه‌ام و اینا رو از تئاتر درمی‌آوردم. تبریز. بله. دستی دانشکده تئاتر هم خوندی؟ بله. کجا خوندی؟ دانشکده نبی اکرم تبریز. تبریز؟ بچه تبریزی تو؟ بله، اصالتا بله. اونجا هم تئاتر بازی کردی؟ بله دیگه، من تقریبا اکثر سالایی که تئاتر بودم اونجا بودم. بعد ولی خب توی جشنواره های دانشگاهی و در واقع جشنواره فجر زیاد تهران می اومدم. ولی الان تقریبا 4 سالی که دیگه ساکن تهرانم. اصلا تهران زندگی می‌کنی؟ متوجه چه سالی هستی؟ 68. چه خوب. چطور شد ایشونو کشف کردی شما؟ والا ما توی مرحله‌ای، در مرحله ایده اولیه فیلمنامه که بودم، خب در ذهنم نوید محمدزاده بود، مربوط به سال قبل از ساخت سرخپوست و اینا. و از یه مرحله به بعد که دیگه ایشون همزمان شد فیلمبرداری ما با سرخپوست، واقعا نفر بعدی که مد نظر اون بود در طی 5-6 ماه میر سعید مولویان بود. بابت اینکه ما یک حتی ما از ایشون اومدن دیدیم هم دیگه رو برای نقش عزیز، باز من دیدم چشما داووده، جستا داووده و اصلا یه جوری شده بود که نوید و میر سعید رو کنار هم می نوشتیم، یعنی به عنوان یه چیزی که خب این پلن آ پلن بی. و خود نوید جزو کسایی بود که خیلی به من این تشویق رو کرد و این جسارت رو داد که میر سعید استثنائیه. و ما یه تئاتر دیدیم اسم زندگی در تئاتر که بازیگر نقش یونس ایمان سعید برانی و میر سعید که اونجا نقش یک پیرمرد رو بازی میکنه دو نفری، فکر میکنم 100 دقیقه اگه اشتباه نکنم، شاید بیشتر، میخوب تماشاگر رو میخوب. این تئاتر رو جذبت کرد که بذاری یا تئاتر دیگه هم دیده بودی؟ این تئاتر بیش از همه. ولی ایشون بسیار فیگور آشنایی بودن تو فضای تئاتری ها، یعنی اجراهایی داشتن که در طی سالیانی که اومده بودن تهران اجرا کرده بودن و جایزه رو درو کرده بودن، در واقع لیدر یک بندی بودن که از تبریز اومده بودن اینجا و تحت تاثیر قرار داده بودن تئاتر دانشجویی رو. و من دیدم داریم... کار کردی بودی تو؟ من نمتاسفانه همبازی نشدم تو این درس. ما هم دوست بودیم. بله بله بله. نوید تهیه کننده زندگی در تئاتر بود. همین تئاتری که در واقع شما رفت. بله دیدیم. بله. کارگردانش کی بود؟ آقای محمد برهمنی. محمد برهمنی. تئاتر گرفت از اون تئاتر که تو نقش پیرمرد دیدی میر سعید مولویان تو ذهنت باقی مون داره؟ اصلا تقریبا میتونم بگم که احساس میکردم که فاصله داره با بقیه انتخابای حتی مثلا سوپر استاره سینما ایران به علت خاصیت فیزیک و ژستاش. یعنی من خیلی دلم میخواست که بتونه 4 تا فیگور رو بازی کنه توی این فصلها، یعنی داوود تنها کسی باشه که خیلی تغییرات محسوس کنه تو هر فصل و بدنش واقعا تو هر 4 فصل، راه رفتنش، ریتم گامش، تمام این جزئیات بازیش خیلی در عین اینکه خیلی اکسپرسیو و بیانگره، خیلی اندازه است و بدون چیز. برمی‌داره این تنوع بازی که تو اون 100 دقیقه تئاتر تو می‌دیدی ازش، این همه تنوع مدل بازی که داشت برای صحنه و ایده‌ای که خرج می‌کرد، خیلی منو به تواناییش